161؟ کسی دانا رو ندیده؟ چیزی جا نداری؟ نه، همه چیو برداشتم. به خاله سلام برسون. ببینم نامه ای چیزی نمیخوای برش ببرم؟ شما که همین الان داشتی با هم دیگه حرف میزدیم بابا جان. وا چه اشکالی داره؟ سلام سلامتی میاره. کجا میری؟ با اجازه شما میرم پیش پریا درس بخونم. ماما منم برم پیش بوریا با هم درس بخونی؟ نه پسر گلم، تو اینجا پیش من میمونی. باشه، دایناسورم قبول کرد، به شرطی که بذاری بازی کنم. آی حالا پیش من مودن شرطم داره. آره خب دیگه فکر نکنم چیزی یادم رفته باشه. من دیگه رفتم. مراقب باش عزیزم. خدافظ. این دیگه چی بود؟ چی بود خوردیم زمین؟ این یه بیشگوشیه دیگه، نمیدونستی؟ میخوای امروز کار اینو بهت یاد بدن؟ نه میخوام تلویزیون رو نشون. نه تلویزیون نه بابا، بفهمه دوامون میکنه. سب کن میبینم. حسن بریم تو اتاق خودمون. بیا پیداش کردم. اینا خوشت نیمد؟ خب منم خیلی ازش خوشم نمیاد، اما بهتر از چیه؟ میخوای ببینی چجوری تعمیرش میکنم؟ الان بهت نشون میدم. امروز تو کلاس همون خانممون یکی از بچه ها رو تنبیه کرد. انقدر دلم براش بود. سر چی؟ سر جای نشستم رو نیم کرد. خب هیچی، دعواشون شد. خانم معلم هم مجبورش کرد تا آخر کلاس کنار تخته وایسته. حقش بوده. آخه خیلی گریه کرد. میخواست عصبانی نشه. ای چرا پیدا نمیشه؟ ای بابا دفتر چم، الان میرم از خونه میارمش. الان دراشش میکنم. چی کار میکنی؟ هیچی، داشتم درستش میگردم. درستش میگردی یا خرابش میگردی؟ نه داشتم درستش میگردم. جادم بهت بگم حق نداری به مسئله من دست بزنی. خراب نشد که، خودم بلدم درستش کنم، از اولش هم بهتر میشه. لازم نکرده، تو همینجاش هم خوب خرابش کردی. اصلا برو بیرون، دیگه نمیخوام ببینمت. من که خرابش نگردم. بله سلام. آره گوشی، مهسا جان مادرته، باهات کار داره. الو سلام. مگه تو خونه نیست؟ چرا بابا یه گوشه قایم شده. باشه الان میام. چی شده؟ هیچ، آقا زده عروسک برای داغون کرده، حالا هم که قیبش زده. دانا کجایی؟ اینجا هم نیست. دانا دانا داداشی، ای بابا اینجا هم که نیست که. دانا دانا جان، دانا ای بابا این کجا رفته؟ دانا کجایی؟ پیداش کردی؟ نه شاید رفته باشه تو کوچه، الان میرم دنبالش. یعنی کجا میتونه رفته باشه آخه؟ شاید از این شهر رفته. چرا حرف بیخود میزنی؟ خودم تو اون فیلم دیدم، پسر بچه گم شده بود، رفته بود یه شهر دیگه. اونجا تو یه مغازه خدمتکار شده بود. نه وای.
لشه برو از چشم ها بیار باید اینجا منظورت بلا سپاسیه که نیست؟ آره فکر کنم خودیشه. همش تقصیر من بود. اگه من اونجوری دعواش نمی کردم نمیزش بره. نگران نباش پیداش میکنی. باید به ماما بابا بگم. کاش منم با دانا رفته بودم. حتما الان یه جایی داره یه کار باحال میکنه. واقعا که پوریش چه سالمه؟ ها؟ اه تو اینجای پسر، من کلی دنبالت گشتم. راستی اینه چطوری درستش کردی؟ من باقرم. من چیزه، یعنی میدونی من خیلی نگرانت بودم، کلی هم دنبالت گشتم. نمیخوای بیای بیرون؟ بالاخره پیداش کردی؟ آقا جون درسته دخترم، من از اولشم میدونستم که دانا توی زیرزمین قایم شده. سلام آقا جون. سلام بچه ها. چی شد؟ پیداش کردی؟ آره تو زیرزمین بود. خیش بس چرا خوشحال نیستی؟ با هم قهر کردم. خب حقم داره، اونجوری که تو دعواش کردی حتمانده نشکسته دیگه. به خدا من نمیخواستم دلشو بشکنم. ما هم اینو میدونیم دخترم، ولی بهتر بود با حوصله و صبر بیشتری رفتار میکردی. آخه یاد اون جمله معروف افتادم، هر کسی خشمگین شود اگر ایستاده است بنشیند و اگر نشسته است برخیزد، در این صورت وسوسه شیطان از او دور میشود. یعنی اگه بشینیم چی میشه آقا جون؟ بیایم بریم زیر آلاچیق تا بهتون بگم. زود باشید. یادم میاد وقتی که بچه بودم، پدرم هر چند وقت یه بار برای مدتی به یه شهر دیگه میرفت. اون موقع من خیلی کوچیک بودم، هر دفعه فکر میکردم انگار بار آخریه که میبینمش، به خاطر همین خیلی بیتابی میکردم. خدا حافظ بابا. اما وقتی بزرگتر شدم، یاد گرفتم احساسم رو کنترل کنم، یاد گرفتم صبر کنم. آقا جون، یعنی هر وقت یه احساسی به همون دست داد صبر کنی؟ نه آقا جون، نه به این شدت که تو گفتی. منظور اینه که حواسمون باشه چی کار داریم میکنیم، چشم بسته رفتار نکنیم. پس چرا خودش با من قهر کرد؟ مگه قهر کار بدی نیست؟ اولا که قهر دانا نتیجه کار خودت بوده بابا جان. دوما معذرت خواهی که عیبی نداره، فرمودن معذرت خواستن نشانه خردمندیه. آره بابا جان. بله با حرفایی که من به ای زدم، فکر نکنم دانا منو ببخشه. خیلی بد شد که همه چی اینجوری شد. شما از کوره در رفتی و با رفتارتون رو ناراحت کردی، حالا بهش حق بده از دستت ناراحت باشه، اما دانا خیلی مهربونه، حتما میبخشدت. داداشی، داداشم، بیداشو قربونت برم. چی شده؟ من معذرت میخوام، نباید اونجوری باهات حرف میزدم، منو ببخش. خواهش میکنم آبی مهربونه، قربونت برم. خدا نکنه.